با درود به همه یاران، بینندگان، عزیزان، راهنمایان ایران فردا. گزارشی برای من فرستاده بود دوست عزیزم آقای عطا معینی از جی ال ویز که میزان اقبال شما رو در جی ال ویز بر ایران فردا نشان میداد. چقدر خوشحال شدم، چقدر احساس غرور کردم. حالا ساتلایت به جای خود، احتمالا ما روی بهترین ساتلایت هم نیستیم. هنوزم اون وعده‌ای که به شما دادم دنبالشم، دنبال یاستم، دنبال اینم که بشقابای دیگری هم داشته باشیم برای حضور در خانه شما. اما به هر حال گفت دست ما کوتاه، خرما بر نخیر. گفت دولت‌های بزرگ کوچک جهان ما رو حمایت نمی‌کنه، گویا اینکه افسانه‌ها برای ما ساختن. اشکال نداره، مهم نیست. مهم اینه که انقدر لطف و محبت شما دارید به من که بعضی از این یاران ایران فردا به محض اینکه یک کلام نادرستی می‌بینن که مثلا جام نیوز و امثال اینا علیه ایران فردا حرفایی میزنن، آنن با عصبانیت جواب میدن به اونا و میفرستن برای من. نگاه کن این جواب دادیم چاپ نکرد، یه خطش رو چاپ کرد و از این موارد. به هر حال ممنونم که من به این عنایت و لطف مستظهر هستم. حتی اون کس که با کینه برای من مینویسه یا پیام میده نشون میده که تمام برنامه رو میبینه. این جالبه، این برای من خیلی جالبه. مثلا یکیشون اشاره کرده بود بله تو اومدی گفتی ماجرای دکل‌ها رو افشا کردی، قبل از تو حسن علی جعفرم توی کانال فلان این کار کرده. خب اشکال نه، پس معلومه میبینه، اما اینجا بی‌انصافی میکنه دیگه. ما یک سال و نیم پیش ماجرای دکل‌ها رو شروع کردیم و همینجوری به مرور اومدیم. این داستانایی که الان دارن میگن من خیلی وقت پیش گفتم، خیلی وقت پیش. شیرانی یک سال قبل من ازش، یا شاید هم بیشتر، اینا رو من صحبت شروع کردم و دیگران دیگران. مهم نیست، مهم اینه که اون مدیر شرکت نفت که آدم صالحی و سالم، اعتماد میکنه مطلب رو برای من میفرسته، اون ارتباط همچنان برقراره. وقتی آقای زنگنه از طریقی تشکر میکنیم برای اینکه دزدان رو ما داریم معرفی میکنیم و او پیگیر کارشون هست، حالا امیدوارم موفق بشه. این مهمه که این تلویزیون در مدار توجه قرار گرفته و این برای من جالبه. یک کلمه ما اینجا میگیم، فردا یه دفعه میگیم اه بقیه رسانه ها هم مشغول شدن. صحبت اینجا میکنیم از رئیس روابط عمومی بیت و ارتباط سببیش با آقای طاهری مطلق، دو روز بعد میبینیم جاهای دیگه به این اشاره کردن. خوب این خوبه، ایران فردا منبع واقعیت هاست و شما این رو قدر میدونید و لطف دارید. در طول این دو هفته اخیر، چند هفته اخیر، برنامه های تازه مورد توجه شما قرار گرفته. مرتب راجبه صحبت میکنید، برای من ایمیل میکنید، کامنت میگذارید، برنامه ورزش و حالا یه برنامه تازه در عرصه ورزش داریم که خواهید دید و همینطور زنگ سلامت که خیلی مورد توجه شماست. برنامه دوستان عزیزم دکتر سیروس مشکی در عرصه حقوق و حقوق بشر، ناصر شاهین‌پر، بازخوان تاریخ ما، نه با روایت ناصر پور پیرار. داشتم یه ویدیوشو میدیدم واقعا افسرده شدم. انسانی به این درجه از خباثت و خیانت برسه که حتی تخت جمشید رو انکار کنه. حکایت ساخته شدن تخت جمشید حکایت غرور و افتخار یک ملته و او انکار میکنه. آدم توده‌ای باشه، مزدور جمهوری اسلامی هم باشه، چه بد عاقبت شد این آدم و چه جوری مرد. بگذاریم بریم به حرف ها و
سخنان شما گوش بدیم، سخنانی که برای تک تکش ارزش بسیار قائلم. همینجا یه نکته رو بگم، دوستی برای من نوشته بود، تو برنامه خودم اشاره کردم که آقا من یه رستم و تواریخ دارم برات بفرستم. ممنونم عزیزم، رستم و تواریخ رو پیدا کردم، سپاسگزارم. دوستمون از هلند یا بلژیک گفته بود. دوست دیگری که از خانواده ثقفی تذکری داد که البته من میدونستم و اشارم بهش کرده بودم که در اون برنامه ویژه‌ای که در باب ارتباطات فامیلی اهالی ولایت فقیه درست کردیم، سه بخشی که راجع به اون شجره بود، شجره طیبه، ثقفی با سین نوشته شده بوده. خب این اشتباه بوده، من توضیح دادم که طبیعی ثقفی با سه نقطه است. در واقع ثقفی ها از اصیل ترین خاندان های اسلامی هستند، به خاطر اینکه قبیله ای بودن و طایفه ای بودن هم ارز بنی امیه و بنی هاشم، و بنابراین خب یه جمعشون اومدن به ایران و همسر مرحومه آقای خمینی از این طایفه بود. من برادرشون هم میشناختم که سرهنگ بود، سرهنگ ثقفی. یه دوست مشترکی داشتیم که با او بسیار دوست بود و از طریق اون منم با اون آشنا شدم. به هر روی بریم و حرفا رو بشنویم. سلام، خسته نباشیم. از ایران تماس میگیرم. الان برنامه آقای نوری‌زاده رو داریم تماشا میکنیم. لطف کنین همون آهنگ اون خانم آریانا که در استادیوم افغانستان خونده همون هر شب بزنیم. الان هم بزنیم. خیلی ممنون، خدا. ممنونم دوست من. من که گذاشتم و روز جمعه هم آقای چالنگی در برنامه تفسیر خبر بهش اشاره کرد. بسیار کار قشنگی بود و کار دلاورانه، و زیباتر از اون حضور دخترانی بود که در استادیوم همراه با پسران جوان به شادی و وجد آمده بودن و این وجد و شادی رو نشون میدادن در افغانستان. و همونجا هم من گفتم بهتون آدم تأسف میخوره، و حداقل میبینی یه جا امریکایی درست رفتن، هموطن بعدی. با سلام و عرض ادب به جناب آقای نوری‌زاده، مدیریت محترم تلویزیون ایران فردا. آقای دکتر نوری‌زاده، من از آلمان به تلویزیون شما زنگ می‌زنم. می‌خواستم از برنامه‌های متنوع، سنگین و آبرومند شما در هر موضوعی تشکر و قدردانی نمایم، خصوصا برنامه چمتا که بسیار برنامه لطیف و با احساس توسط یک خانوم باوقار و متین که فوق‌العاده به کارشان واردن سپاسگزاری نمایم. به امید دیدار. سپاسگزارم بانوی گرامی، چه ادیبانه و چه لطف. گاهی اوقات بعضی ها فکر میکنن که این پیام ها انتخاب میشه. نه، توش پیام های انتقادآمیزم هست که خیلی هم خوبه. من اصلا گوش نمیدم، اینو بارها تاکید کردم براتون، هیچ کدومو، حتی تهیه کنندم رامینم گوش نمیده. فقط کسی که پیام گیر دستشه و پیام ها رو میشنوه، آرش، او گوش میده، بعد تقسیم میکنه. یک سری رو میگه این پیام های خصوصی برای شماست، این پیام برای آقای لیمونادی، این پیام برای آقای چالنگیه، این پیام برای آقای سفریان، یعنی دونه دونه مشخص میکنه. و این پیام های عمومی است. بنده میام میشینم دونه دونه رامین پیام ها رو پخش میکنه و من پاسخ میدم اگر لازم به پاسخ گفتن باشه، و واقعا من گوش نمیدم. میریم پیام دیگری رو میشنم. با سلام خدمت بزرگوار تاریخ آقای علیرضا نوری‌زاده، و تشکر از برنامه خوبتون.
این تقاضا رو داشتم، من از خوزستان تماس میگیرم، این تقاضا رو از شما عاجزانه دارم راجع به این عناصری که تجزیه طلب هستن، به اصطلاح هرچند افراد فریب خورده و معدودی هستن و هیچ سواد سیاسی هم ندارن، در رابطه با افکارشون، اهدافشون، چه در خوزستان چه در مناطق دیگری مثل کردستان یا افرادی که توی سیستان و بلوچستان هستن، بیشتر از اهداف منفیشون برای مردم عزیزمون توضیح بدید. خیلی ازتون تشکر میکنم، بارها تماس گرفتم تماسم برقرار نشده. خیلی ممنونم، متشکر، خدا نگه. سپاسگزارم هموطن من. آرزوی من اینه که زمانی ایرانی آزاد داشته باشیم، مردم از حقوق مساوی برخوردار باشن و شما مطمئن باشید این صداهای منحوس تجزیه طلبان هیچ جا اعتبار و اعتنایی کسی بهش نخواهد کرد، اعتباری نخواهد داشت. همین الان شما در بین عرب‌های خوزستان، عرب‌های ایرانی که به ایرانی بودنشون افتخار میکنن، اینا چند درصدن؟ 0.1% هم نیستن. بچه ها برای من اون روز که این نمایش مسخره نمیدونم انفجار لوله نفت رو داده بودن، یک مجموعه از بچه های کعبی برای من ایمیل زده بودن که آقا اینا رو اینجا حاضر نیستیم باشو حرف بزنیم، اینا جایی پیش ما ندارن، اینا عامل اطلاعات رژیمن، خود رژیم ترتیب این کارا رو میده تا بیاد ماها رو سرکوب کنه. ببینید نگاه مردم چیه به اینا. مردم حقوقی دارن که باید به دست بیارن، اون حقوق حقه و قانونیه هر شهرونده، اما تجزیه طلب در میان مردم ایران جایی نداره. در میان بلوچ و کرد و عرب و آذربایجانی و ترکمن و دیگر اقوام ایرانی جایی نداره. چهار تا صدای منحوس یه خارجی میچرخونتش، ارزشی نداره. هموطن بعدی. با درود، من چند جلسه که برنامه های شما رو دیدم متوجه شدم که خیلی از مصیبت هایی که بر سر ایران اومده رو به آقای کارتر و اوباما و دیگران میگن هستش و مردم خوشحال میشن اگه یه نفر مریض شه بمیره. و به نظر من تمام این بدبختی هایی که بر سر ایران اومده از خود مردم ما، از خود ماها هستش. من خودم وقتی که 17 سالم بودش طرفدار بختیار بودم، همه منو مسخره میکردن و بیشتر مردم اونجا بودن مسخره میکردن. و یه مثال برای شما بزنم، برای مثال آمریکا بمب انداخت رو سر ژاپن، بمب اتمی، دو تا شهر بزرگ ژاپن رو با خاک یکسان کرد و هنوزم کنوزه از تاثیراتش هست، ولی مردم ژاپن نیومدن هر روز بیان تو خیابون بگن مرگ بر این مرگ بر اون. کاری که کردن رفتن صنعتشون رو ایمپروف کردن و رفتن صنعت از دست آمریکا ماشین سازی رو در آوردن و خیلی کارهای اقتصادشون رو خیلی بهتر کردن و خودشون الان یکی از کشورهای قدرت صنعتی هستن. در آخر میخوام فقط بگم که از ماست که بر ماست. همین، خداحافظ. آره عزیزم، چون نیک نگه کرد پر خیش در آن دید، گفتا زکه نالیم که از ماست که بر. اشاره کردید به ژاپن، ویتنام رو در نظر بیاریم. شما میدونید که امریکا در ویتنام چه کشتاری کرد. ما به اون زمان نوجوانیمون بود، هر شعری که میگفتیم دهکده مایا و مصب رود مکنگ در شعرهای ما بود. و این ملت بعد از پیروزیش، بعد از وحدت و یگانگیش، کینه رو انداخت کنار و با عشق شروع کرد ساختن. و اون کسی که دشمنش بود اومد اینجا به عنوان دوست دستشو فشرد و برای جبران خرابی ها و خسارت سرمایه گذاری کرد، آموزش داد، درهای کشور رو گشود بروشون. و امروز ویتنامی جایگاه شایسته‌ای در جنوب شرقی آسیا داره و
این جایگاه بالاتر هم خواهد رفت. 10 سال دیگه ویتنام هم میشه سنگاپور، میشه مالزی، اینا میشه کره. اینا به دلیل اینکه این ملت ها همونطور که شما اشاره کردید عاقل بودن. اون کسی که میره میسته الان جلو سفارت امریکا میگه مرگ بر امریکا، نمیبینه آقای ظریف با چه عشقی دست جان کری رو میگیره؟ براش روشن نیستین؟ سید علی آقا وقتی میاد میگه نه ما دشمنیمون با امریکا، نمیبینن که اگر امریکا نخواد نماینده ایشون در عراق نفس نمیتونه بکشه؟ خود راست میگه، راست میگه کاملا. من البته از اونایی نیستم که به تئوری کارتر برای ما انقلاب کرد و بی بی سی اعتقاد داشته باشه، من اصلا اعتقاد ندارم. من اعتقاد دارم کارتر هم مثل آقای اوباما که در سوریه و عراق بزرگترین خطا رو کرد، در مورد ایران هم خطا کرد. گمان بر این بود که کمربند سبز دور شوروی کارو تموم میکنه، این تصور بود. اما 20 سال طول کشید و این در این وسط خود آمریکا چه ضررهایی دید. بمانم هموطن بعدی من. درود به دکتر نوری‌زاده گرامی و همکاران، از شما و رسانه ایران فردا بسیار سپاسگزارم که بی تردید باید گفت بی نظیر است و هر روز توانایی بیشتری را بروز می دهد، به ویژه به حضور گرامیانی چون آقایان چالنگی، شاهید، سازگارا، میبودی و بانو گردآفرین و همه کسانی که برنامهشان روشنگر و راهگشاست. به همه شما شاد باش میگویم و امیدوارم که به زودی ایران عزیز به پیشواز شما بیاید. و پایان گمان میکنم بهتر از تصاویر پس زمین برنامه شما زیر نویس شود. برای نمونه همین آخرین تصویر در برنامه شما که گوی و گوهر تپه بهشر است. با سپاس دوباره و بدرود دوستدار شما از ساری. سپاسگزارم بانوی گرامی، ممنونم برای توضیحتون. برای یه خواهشم دارم، عکسای خوب دارید از شهراتون بفرستید، من دوست دارم در برنامه این عکسا زمینه برنامه من باشه، خیلی ممنون میشم. یه عکس دارم بچه‌ها با سختی میرن پیدا میکنن، بعضیا رزولوشنش خوب نیست، ناچاریم به همون وضع قناعت کنیم، ولی شما تصاویر خوب حتی برام بگیرین اگه میشه، از شهرتون، از جاهای دیدنیش، از پلها، از جنگل. الان این خانوم از ساری بودن، چقدر دلم میخواست یک هنرمند ساروی، یک عکاس تصاویری از ساری میگرفت، یک گرگانی از شهر محمد صفریان تصاویری میگرفت میدادم تو برنامه چارسو پخش کنه. ممنونم ازت بانوی گرامی، انرژی مثبت. هموطن بعدی سلام، روز شب شما بخیر باشه، انشالله که موفق و معید باشید. آقای نوری‌زاده، چند روز پیش عرض کنم صدای بی بی سی رو یک رسانه خواند. آقای نوری‌زاده بگید ایشون که در زمینه تا از دوستان شما در روزنامه اطلاع باید بزرگ شده از بچگی. شما بگید که این رسانه هست بله آقای دفعه که چه نیست. شما صدای بی بی سی رو از سال 56-57 گوشی نمی کردید تا خوندی بیان خبر بی بی سی از تظاهرات شهرها و دهات صحبت میکرد، تمام دهات ایران خبر میداد. دوستایی که 200 نفر جمعی نداشت میگه امروز در دوستای علی آباد نزدیک شهرده 300 نفر راپیمایی کرده. به مرتبه این خبر تکرار میکرد 50% از آقای 50 بی بی سی کار کرده. چرا باید دور میریم؟ همین امروز 27 اوت خبر ساعت 5 بعد از ظهر گوش کنید که راجع به آوارهای سرازیر به نگارستان اتحادیه اروپا که اکثرا سوری هستن خبر داشته می شود. گوینده خبر گفت آواره از عراق و افغانستان اکراه داشت از آوارهای سوری خبر داده. به یک موضوع دیگه آقای نهزاد فرمن که در لبنان بود و عرض کنم که در مصر و ژنوین خبرش همش یه طرف های گزینشی بود. چرا آقای میرزاده اینطوری قضاوت غیر عادلانه می کنی؟ به خاطر دوستانی که مثل دست آقای مسعود بیرو که در بیرسی حال می کنه. ببین دوستم، ببین بی انصافی، ببخشید بی انصافی میکنید. من به خاطر دوستانم نمیگم، من به خاطر حرمتی که برای یک رسانه قائلم و حرمتی که برای ملتم قائلم.
چند نفر از مردم ایران بی بی سی رو میشنیدن؟ بسیاری از اونا که تو خیابون بودن موج کوتاه نداشتن اصلا که بتونن بی بی سی رو شبا گوش بدن. و چطور یه بی بی سی میتونه یه ملتی رو زیر رو کنه؟ در جنبش سبز بی بی سی هم گزارش میداد، چرا نتونست کاری بکنه؟ نه ببینید، ما اینجوری از خودمون سلب مسئولیت میکنیم. من یه بار دیگه گفتم، الانم براتون میگم، بگذارید دقیق براتون بگم. در زمان انقلاب بعضی از کارکنان بی بی سی از مخالفان شاه بودن، از جمله دوست بسیار عزیز من که الان دیگه تو بی بی سی نیست. اینا موقعی که خبری میخوندن یا مطلبی رو میگفتن پیازداغش رو چرب میکردن. آره شما راست میگه، علی‌آباد کتول 500 نفر اومدن تظاهرات، اما از خودشون نمیگفتن. میرفت خبر رو نگاه میکرد، 4 تا خبرگزاری رو میدید، 5 تا هم منبع داشت، خبرنگار خودش هم در تهران بود، نگاه میکرد اون چرب و چیلیتره رو میخوند. چیزی که من در مورد بی بی سی دیدم که نشان دهنده این بود که سردبیر اون شب قطعا ضد شاه و ضد بختیار و همدست با خمینی است، شبی بود که بی بی سی از قول آقایی که کیفکش دکتر سنجابی بود، من بودم اونجا در حالی که دکتر بختیار هنوز اخراج نشده بود، وسط خبر بی بی سی اومد خبر رو داد و گوینده بی بی سی گفت همکنون از تهران به ما اطلاع دادن شاپور بختیار نفر دوم جبهه ملی به خاطر پذیرش نخست وزیری شاه اخراج شد. همچیزی اتفاق نیفتاده بود، تازه بحث و جدل بود. اینو من دیدم از بی بی سی. اما امروز بی بی سی یک تشکیلات خیلی عظیمه. بی بی سی تلویزیونش الان با اون بودجه‌ای که داره و امکانات و تعداد زیادی کسانی که براش کار میکنه، در واقع بی بی سی رقیب صدای آمریکاست، به خاطر که اونم یک شبکه دولتی است با 300 نفر 250 نفر کارمند. این دو در عرصه رقابت خب خط و سیاست‌هایی رو باید اعمال بکنن که خط و سیاست‌های دولتشونه، اما آدم‌های آزاده اون تو هستن که از آزادی که دارن بالاترین استفاده رو می‌کنن. منصفانه باشم، من خودم 20 سال صدای آمریکا بودم، چه در رادیو چه در تلویزیون، هیچ وقت هیچ که به من نگفت چیزی رو بگو یا نگو. انصاف رو باید رعایت کرد. هیچ کس به من نگفت چرا انقدر تندی، چرا براندازی. نه، من حرف خودم رو می‌زدم. در هفتم حداقل 2-3 دفعه تو تلویزیون بودم، در بی بی سی هم همینجوره. ولی خود افرادی که اونجا کار میکنن یه اعتقادات و باورهایی دارن. من این توضیحات مفصل رو دادم چون این که بگوییم بی بی سی انقلاب کرد توهین به ملت ماست، این صحیح نیست. در ایران همه در انقلاب مشارکت داشتن، از جمله شاه، زمانی که گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. بی انصاف نباشیم. هموطن بعدی من. ممنونم که صدای من رو ضبط میکنید. خواستم میگم که آقای نوری‌زاده، شما هر برنامه‌ای رو که اجرا میکنید بعدش لطفا خودتون بشینید گوش کنید، ببینید چقدر از این شاخه به اون شاخه میپرید. من حرفی، ما خیلی شما رو دوست داشتیم، تمام ایرانیایی که با من در تماسن علاقه خاصی به برنامه شما داشتن، ولی متاسفانه مدت ها شما اصلا خیلی بی حال برنامه ها رو اجرا میکنین، همش از عربا میگین، همش از این برانبر دنیا. بابا مشکلات خود ایرانی ها رو بگید، مشکلات روز ایرانی ها رو بگید. تو رو به خدا، من والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، از جانب خیلی ها که با من تماس میگن، میگن که آقای نوری‌زاده خیلی عوض شد، شما خیلی ملت ایران دوست دارید، شما رسانه های خارج از ایران، شما که در آمریکا نشستید، اگر واقعا راست میگید مردم ایران دوست دارید، بیایید همه تون با هم هماهنگ بشین، یک رادیوی موج کوتاه برای ایران بفرستید. همیشه انقلاب ها از طبقه متوسط جامعه بلند شدن. من یادم میاد زمانی که انقلاب شد، انقلاب که نشوره شد، صبح از خواب بیدار میشدیم در خونه همون اعلامیه بود، کون کارا، کون برنامه ها.
این همه ترقی کرده، این همه تکنولوژی بالا رفته، کدومش رو استفاده میکنن؟ پس بنابراین اگر که میگن که تلویزیون رو به نفع خودشون دارن کار میکنن، سرمایه رو سرمایهشون دارن، آدم همین به مرون که نگاه میکنه این حق دارن. تو رو به خدا اگر واقعا اصلا خدا هیچی، تو رو به وجدانتون بشینید فکر کنید آیا این برنامه های همه رسانه ها اثری رو مردم داره یا نداره روی مردم ایران؟ بعد مهموناتون که میان نمیذارین حرف بزنن، اینقدر کلمات قلم به سلم به، چه برنامه آقای چارنگی، چه برنامه شما، چه برنامه آقای میبینید. بابا یه خود روان تر صحبت کنید، مردم آن بفهمن، من بی سواد بفهمن. ممنون که گوش کردید. مرسی بانوی گرامی، سپاسگزار از لطفتون و اینکه گفتید دلتنگی هاتونو و اینکه حالا من نمیدونم، من توجیه نباید بکنم، این نظر شماست، شما در حال اینجور پذیر. ببینید من یه وجودی هستم از الف و به و جیم و دال تشکیل شدم، این آدم تغییر نکرده، همونه. من نمیتونم هر روز بیام برای شما ناسزا بگم به آخونده یا بگم اینا بدن این کارا رو کردن، نه. من به عنوان مفسر، یه تحلیلگر، مسائل روز رو باید بررسی کنم. اهل ادبیات هم دوست دارم به ادبیات بپردازم، موسیقی رو دوست دارم بهش میپردازم، گفتگو میکنم. شما گفتگوی من هفته پیش با دکتر محمود کویر دیدید، به اعتقاد من یکی از بهترین برنامه‌هایی بود که من خودم تا به حال انجام دادم. به اینا دقت کنید. اما شاید بعضی از شما حوصله‌تون سر رفته از من، خب عیبم نداره، اینقدر ماشاءالله تنوع هست. اما اینکه میگید رادیو هممون درست کنیم، بانوی گرامی، من اصلا آدم رادیویی ام، دنبال رادیو بودم، ولی اینقدر هزینه‌اش سنگینه، یه رادیوی موج کوتاه و متوسط بخوایم داشته باشیم بسیار سنگینه هزینه‌اش، از عهده ما بر نمیاد. رادیو فردا رادیوی دولت امریکاست، اون همه امکانات داره، روی 5 تا فقط ساتلایت هست، موج متوسط داره، قویه، تو خونه های شما هست و فکر میکنم دیگه کسی نباید به دنبال رقابت با رادیو فردا باشه. هم خبر داره، تفسیر داره، تحلیل داره، موسیقی داره. تلویزیون یک مسئولیت دیگری داره، به خصوص اگر یه برنامه سیاسی باشه، برنامه فرهنگی و هنری و غیره یک کار میکنه، برنامه سیاسی یک کار. نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد. من خودم رادیو رو بیشتر دوست داشتم چون خودم رادیویی بودم. به هر روی امیدوارم تلاش بیشتری بکنیم که شما و دوستانتون راضی باشید. اینکه اون روز با یه اعلامیه در خونه شما اومد یه آدمی بود به نام محمد رضا شاه پهلوی، از آدم کشی بدش میمد، الان یه حکومتیست مثل آب خوردن آدم میکشه، اینا رو هم در نظر داشته باشیم. هموطن بعدی، متشکرم. برنامه های آقای سفریان هم میخواستم بگم واقعا خیلی عالیه، خیلی تمام برنامه هاتون خیلی خوب، من که شب تا صبح میشنم تماشا میکنم. به به، واقعا دستتون درد نکنه، خسته نباشی. آقای دکترم سلام برسونم. متشکرم، سپاسگزارم دوست من. آقای سفریان، این آقای سفریان اسباب دردسر شده، یکی با ساد مینویستش، این سفره. بله، شما داستان رو در عهد عتیق یا اینجا میخونید سفر پیدایش، و ایشون در واقع موجود است مثل یه قصه پر از راز و رمز. هموطن بعدی، سلام علیکم. من فیزیکات از شب دو سه ماه بعد از مسئله که شما برنامه اجرا کردید مجبورم، من در شده اینجا که هستم، دوست روشن روحانی هستم، اون رعوفی و غیر ذلک، و یه مسئله دارم. من فامیلم صرافیه با سه سنخته. یه روزی شما در روزی که شجرنامه خاندان محترم هم میخوندید، خانم قدسی ایمان سقف نیستن، سیلینگ نیستن، صرافی هستن، سه سنخته، از خانواده، از طایفه هستن که در زمان حضرت محمد 5 طایفه بیشتر نبودن، بنی صقیف و بنی امیه و بنی عباس و بنی قریش و ازم بزرگ شما. ولی شما همه رو دوستان براتون با سی با سین نوشته بودن سخت، و شما محبت کردید اینو اجرا کردید.
دستتون رو میبوسم، دوستتون دارم خیلی زیاد. ولی این حتما لطف کنید اصلاح کنید، ما سخت نیستیم، ثقفی هستیم با سه نقطه. سپاسگزارم، چون آقای ثقفی ایمیل هم برای من زده بودن چند بار، من در نتیجه اول همین برنامه بهش اشاره کردم، خدا رو شکر پیامشون هم شنیدیم با صدای خودشون. بله آقای ثقفی، من به تهیه کننده اون برنامه گفتم اینو تصحیح کنه که در آرشیو ما درست و همون روزی که برنامه پخش شد، من بعضی وقتا من اینقدر عصبانی میشم، یه دفعه خدا نیاره جلوی من اون همکارا رو، چون عصبانی که میشم داد میزنم. و اون روز از روزایی بود که خیلی عصبانی شدم، چون من که اینجا در استودیو برنامه رو ضبط میکردم نمیدیدم چی داره میره، بنابراین چون ندیدم اونجا متوجه نشدم که ثقفی با سین نوشته شده. من مطالب و متن رو، اسامی رو، اینا رو همه رو خودم فرستاده بودم، این اشتباه رخ داده، ببخشید. تصحیح میشه. ممنونم از باریک بینی و نوت سنجی. هموطن بعدی. جناب آقای نوریزاده، با عرض سلام و با تشکر از همه شما و همکارانتون، میخواستم در صورت امکان به دو سوال پاسخ بدم. ابتدا بفرمایید فلسطین در ابتدا متعلق به کدام کشور بوده و چه مسئله باعث شده به وضعیت فعلی دچار بشه؟ و سوال بعدی این که در یکی دو هفته پیش شخصا برنامه‌ای رو که از شبکه تلویزیونی پخش میشد مشاهده کردم که عیناً نقل قول میکنن، یکی از حضرات متاسفانه اسمشون رو نمیدونم، داشت توضیح میداد که دلیل اصلی دشمنی دولت‌های غربی مخصوصا امریکا با کشور ما چیه، و ادامه داد که با بررسی‌ها و تحقیقاتی که به عمل آوردن متوجه شدن چون نام کشور ما ایرانه و ایران هم اسم زنه، به این دلیلی که چشم طمع به ایران دارن. حقیقتا حرفای این آقا بسیار بسیار باعث تأسفه. در حال سوال من اینه که در چه زمانی و توسط کدام یکی از پادشاهان یا سلسله ها اسم کشور را ایران انتخاب کردن؟ آیا انتخاب اسم ایران دلیل خاصی داشته یا نه؟ با سلام و با تشکر مجدد، ایرانی هستم از خانه پدری. سپاسگزارم عزیزم. اولا در مورد اسم ایران، خب میدونیم اون قوم آیری ها یا اقوامی که اول به ایران اومدن آریایی بودن، این اسم در ضابطه تاریخی ما ثبت بوده، ولی بعد عنوان پرشیا رو به ایران دادن که رضا شاه هوشمند وطن پرست، چون میدونست پرشیا فقط بر پارس اطلاق میشه و مملکت پارس امروز استانی است در جنوب ایران، تأکید کرد که باید ایران انتخاب بشه. و چه گزینش قشنگی بود. و ایران، حالا اگه بر زن اسمو گذاشتن، چقدر اون انسانی که این حرفو زده باید دچار سفاهت و جهل باشه. در مورد مسئله فلسطین من بارها اینجا صحبت کردم، در محدوده این برنامه هم فرصت نیست من براتون قصه پردرد ملت فلسطین رو بگم. اجازه بدید در یکی از برنامه هم تو هفته آینده، مثل همون که راجع به یمن و جاهای دیگه گفتم، مسئله فلسطین هم براتون بازگو خواهم کرد با کمال میل. ممنونم ازتون. هموطن بعدی. آیه دکتر نوریزاده سلام، من دهقان هستم، از دوستان دوستان شما. من خیلی ممنون میشم که از دو تا از شخصیت های مطبوعاتی برای ما تعریف بکنید، از سوابقشون برامون بگید. یکی آقای ایرج نبوی و یکی آقای عباس شاهنده. آقای ایرج نبوی هوشمند نایینی و آقای عباس شاهنده، از شما متشکر خواهم شد که از سوابق این دوستان، این آقایون، این درگذشتگان البته، و از اونچه که در امور مطبوعات مملکت انجام میدادن برای ما تعریف بفرمایید. از شما و تمام همکارانتون در تلویزیون ایران فردا خیلی خیلی متشکریم. خیلی برنامه هاتون جالبه و خیلی آموزنده، به خصوص برنامه خود شما پنجره ای به سوی خانه پدری که واقعا گل سرسبد برنامه هاتونه و من شخصا همیشه لذت میبرم هر وقت میشینم و برنامه تون رو نگاه میکنم و هیچ کدومش رو تا حالا میش نکردم، همش رو دیدم. به صورت خیلی ممنون از لطفتون و خدا حافظ، خدا نگهدارشون. تا
درود بر شما، ممنونم دوست عزیزم. اما اجازه بدید این باز یه مقوله است. بهتون گفتم یه برنامه دارم تدارک میبینم برای چهره هایی که در ایران مستر خدماتی بودن، چهره به چهره، و این اینا توش هست. اما سریع میگم، زنده یاد ایرج نبوی، بسیار دوستشم داشتم و در آخرین سمتش که سردبیری بامشاد زنده یاد اسماعیل پوروالی استاد من بود باش همکاری کردم. نبوی مرد برجسته‌ای بود، ایرج رفیقی بود به معنای حقیقی. وقتی ساواک کودتا کرد علیه عباس پهلوان عزیز و تیمش، همه ما، ایرج نبوی همه رو برد اونجا به بامشاد، اتاقی به عباس داد، بچه ها اونجا، جمشید ارجمند عزیز اونجا مسئول بود، منم رفتم و تفسیرم نوشتم براش. ایرج یک کلکسیون زیبای نقاشی قهوه خانه داشت، انسان آزاده‌ای بود، انقلاب خوردش کرد. عباس شاهنده حکایت دیگری است. عباس شاهنده مدیر فرمان، فرمانی که به مرور دیگه جایی نداشت. شاهنده در دوران ملی شدن نفت، قبل از اون مدعی طرفدار دکتر مصدق بود، بعد از تیمسار زاهدی حمایت کرد. اونم حکایت غریب عجیب دیگری دارد که باید به موقعش صحبت بکنیم، ولی این دوتا اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. و در مورد بله، حالا این رزی بدید من در اون برنامه مفصل تر خواهم بود، فکر نمی کنم زیاد وقت داشته باشیم. بله، یک پیام دیگر رو میشنوید. با سلام و درود خدمت شما دکتر نوری‌زاده. من بار اولی که تماس میگیرم خدمت شما. اولا یه تبریک بگم خدمت شما و پسر عزیزتون آقا نیما که باعث افتخار ما ایرانی هاست که اینجور در هالیوود میدرخشه. یه مورد در مورد برنامه تفسیر خبر با اجرای آقای چالنگی. من احساس میکنم که ایشون، حالا خدا کنه که من اشتباه کنم، که ایشون از جنای آقای احمدی نژاد حمایت میکنه. حالا من اینجوری برداشت میکنم. من بارها دیدم که مثلا آقای ناصر محمدی یا خود شما انتقاد کردین از آقای احمدی نژاد، بعد ایشون به نوعی ناراحت شدن. حالا نظر شما رو میخواستم بدونم. خیلی ممنون. دوست من، ناراحت نمیشه. اون در واقع نمیخوام اون واژه رو به کار ببرم، توی انگلیس در بعضی از برنامه ها اون شخصی که داره مجری برنامه است خود رو میذاره در جای مثلا یه نفر که طرفدار خشونته، مثل میگم، و دیگران نصار نظر میکنن. این خود رو جمشید چالنگی اینجوری میخواد برنامه‌اش رو جذاب کنه، میخواد مردم رو وادار به واکنش کنه، ولی او طرفدار احمدی نژاد نه دوست من، او ضد احمدی نژاد. احمدی نژاد یه نکبت و مصیبت برای ایرانه. هیچ ایرانی وطن پرست و عاشق ایران از احمدی نژاد حمایت نمیکنه. جمشید چالنگی هم دشمن اوست. منتها اون مدلی که میگه، شما طنز جمشید رو نمیدونم متوجهش نشین زیاد. در حال امیدوارم با در نظر گرفتن این طنز به برنامه نگاه کنید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. هان یه توضیح بدم، چند نفرتون برای من تو پیام های خصوصی و همینطور ایمیل نوشته بودی که چرا گریه کردی اون روز تو برنامه، روز چهارشنبه بود. من همیشه شعر وطنم یا یکی دو شعر مثل اونو میخونم نمیتونم غلبه بر احساسم کنم، به این دلیل بود. تا هفته آینده، همین جا همین ساعت، همه شما را به پروردگار عاشق میسپارم. Yeah.